یک سریال خوب باعث میشه که ما به جای تماشای فیلم‌های سینمایی ترجیح بدیم با دنبال کردن یک مجموعه و چند شخصیت محبوب در اوقات فراغت خودمون رو سرگرم کنیم. امروز به معرفی 10 تا از بهترین سریال‌های خارجی که در تمام جهان محبوبیت بالایی دارن می‌پردازیم. این سریال‌ها هم از دید بینندگان و هم از دید وبسایت‌های بزرگی مثل IMDb مورد تایید قرار گرفتن و امتیازات فوق‌العاده بالایی دارن. اگر اهل دیدن فیلم و سریال هستید، پیشنهاد میکنم این ویدئوی شگفت‌انگیز رو از دست ندید. 369یای عزیز، سلام و خوش اومدید به یه ویدئوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم به معرفی 10 تا از بهترین سریال‌های جهان بپردازیم. پس حتما تا پایان این ویدئو با من همراه باشید و لطفاً این ویدئو رو لایک و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. اولین سریالی که میخوام از این لیست بهتون معرفی کنم سریال شرلوک هولمزه. سریال پربیننده شرلوک در 4 فصل و 13 قسمت تولید شده و محصول شبکه BBC انگلستانه. این سریال راوی ماجراهای شرلوک هولمز مشهور و دستیارش پزشک جان واتسونه. شرلوک تا حالا برنده جوایز مهمی از جمله جایزه امی، جایزه گلدن گلوب و بفتا شده و بازی بی نظیر بندیکت کامبربچ همواره مورد ستایش منتقدان قرار گرفته. اگر طرفدار دنبال کردن معماهای جنایی هستید و به داستانهای پلیسی علاقه دارید، شرلوک بهترین گزینه برای مشاهده کردنه. سریال بعدی سریال دروغ‌های کوچک بزرگه که ساخته شبکه HBOه. این سریال درام به کارگردانی ژان مارک ولی و محصول سال 2017ه. دروغ‌های کوچک بزرگ با یک داستان جنایی و مرموز آغاز میشه. اما بعد از این اتفاق و در ادامه راوی زندگی شخصی و اجتماعی زنان، روابط و دوستی بین اونها و خشونتی که ممکنه توی خونه هاشون تجربه کننده. این سریال با بازی بی‌نظیر نیکول کیدمن بار دیگه هنر تلویزیون رو به رخ سینما کشید و در مدت کوتاهی تونست نظر مثبت بینندگان و منتقدان رو به دست بیاره. سریال بعدی که لقب بهترین مینی سریال تاریخ رو داره مینی سریال چرنوبیله. این مینی سریال 5 قسمتی محصول شبکه HBOه. چرنوبیل یک درام تاریخی به کارگردانی یوهان رنکه و راوی فاجعه هسته‌ای چرنوبیله. این سریال تلاش‌های پاکسازی بی‌سابقه زنان و مردان در طول این فاجعه بشری برای نجات اروپا رو نشون میده. چرنوبیل همچنین چرا و چگونگی رخداد این حادثه و دلیل پنهانسازی شوروی رو به خوبی روایت میکنه. دیگه وقتشه که بریم سراغ بریکینگ بد محبوب. بیشک هنوز هم خیلی ها بریکینگ بد رو بهترین سریال جهان میدونن. بریکینگ بد یا افسار گسیخته در 5 فصل در 62 قسمت ساخته شده و راوی داستان یک معلم شیمیه که به خاطر ابتلا به سرطان و با همکاری دانش آموز قدیمی خودش شروع به تولید ماده مخدر متانفتامین یا شیشه میکنن. این سریال محصول ایالات متحده است و از قسمت اول شما رو درگیر ماجراهایی میکنه که تا آخرین قسمت در حال اوج گرفتن هستن. در این سریال شاهد زندگی مردی خوب و به دور از حاشیه هستید که به مرور و بر اثر اتفاقاتی افسار گسیخته شده و تبدیل به خطرناکترین مرد در ایالات متحده آمریکا میشه. حالا که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید، باید سریال محبوب خودم رو هم بهتون معرفی کنم. Game of Thrones یا بازی تاج و تخت سریالی دیدنی محصول شبکه آمریکایی HBOه. این سریال در 8 فصل و 73 قسمت تولید شده و راوی چندین داستان در 7 اقلیم خیالیه. در این سریال شاهد داستانهای عاشقانه، فانتزی و همچنین نبردهای خشونتباری برای تصرف یک تخت آهنین و مقابله با مردگان متحرک هستید. اگر طرفدار فیلم‌های درام و تخیلی هستید، Game of Thrones میتونه ساعت‌ها شما رو سرگرم کنه. پیکی بلایندر سریال بعدیه که میخوام بهتون معرفی کنم. این سریال یک سریال مافیایی و درام محصول شبکه BBC انگلستانه. داستان این سریال که در تمام جهان از جمله ایران طرفداران زیادی پیدا کرده، حول محور شخصیتی به نام توماس شلبیه که رهبر یک خانواده مافیایی مشهوره. پیکی بلایندرز با بازی درخشان کیلیان مورفی و تام هاردی یکی از بهترین گزینه‌ها برای طرفداران ژانر اکشن، جنایی و مافیاییه. پیکی بلایندرز قرار بود در 5 فصل تولید بشه، اما بعد از استقبال گسترده بینندگان در سرتاسر جهان، قرار شد این سریال ادامه داشته باشه.
جوخه برادران مینی سریالی 10 قسمتی محصول شبکه محبوب HBO. این سریال محصول سال 2001 و در لیست 10 سریال برتر جهان قرار داره. جوخه برادران راوی داستان واقعی گروهانیزی از گردان 506 لشکر 101 هوابرد ارتش ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم تا تسلیم کشور آلمان نازیه. جوخه برادران یکی از بهترین گزینه ها در ژانر اکشن جنگی تاریخیه. این سریال چهره زشت جنگ، فداکاری ها و حس برادری در جنگ رو به خوبی نشون میده و موسیقی متن عالی اون جذابیت دیدنش رو دوچندان میکنه. سریال بعدی سریال کاراگاه حقیقیه که یک سریال جنایی ساخته شبکه HBOه. جذابترین بخش اون مربوط به داستانهای فصل یکه. فصل یک با بازی متو مکانهی راوی داستان تلاش دو مامور پلیس برای پیدا کردن یک قاتل سریالی یعنی سلطان زردپوشه. فصل اول کاراگاه حقیقی به حدی حیرت انگیز و رازآلوده که هر بیننده‌ای رو پای تلویزیون میخکوب میکنه. البته داستان و بازیگران این سریال در هر فصل از اون تغییر میکنن. میرسیم به سریالی که احتمالاً سریال محبوب خیلی از شما هاست. وایکینگ ها یک سریال اکشن و تاریخی محصول شبکه هیستوریه. این سریال راوی ماجراهایی در عصر وایکینگ هاست. این سریال در ایران هم بینندگان زیادی داره. اگر میخواهید یک داستان اکشن و هیجانی رو دنبال کنید، وایکینگ ها بهترین گزینه برای شماست. وایکینگ در فصول 10 تا 20 قسمتی تولید شده. و سریال آخری که بهتون معرفی میکنم خانه پوشالیه. سریال خانه پوشالی در 5 فصل و 73 قسمت تولید شده. این سریال محصول شبکه نتفلیکس و ساخته دیوید فینچر، کارگردان مشهور آمریکاییه. این سریال با هنرنمایی کوین اسپیسی راوی ماجراهای سیاسی و هیجانیه. با تماشای سریال خانه پوشالی تمام تصورات شما از دنیای سیاست تغییر خواهد کرد. این سریال حواشی زیادی رو به دنبال داشت که از جمله اونها میتونیم به اتهام جنسی علیه کوین اسپیسی اشاره کنیم که البته در آخر با رأی بیگناهی اون به اتمام رسید. خب اینم از معرفی چند تا از بهترین سریال های جهان. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و اگر اینطور بوده فراموش نکنید که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید که آیا اهل سریال دیدن هستید یا خیر. سریال محبوب شما چیه؟ به نظرتون کدوم سریال جاش توی لیست ما خالی بود؟ لطفاً برامون کامنت بذارید و نظرتون رو بهمون بگید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، پیشنهاد میکنم ویدیوی دیگه ما با عنوان 10 نکته جالب درباره سریال فرندز رو هم حتماً تماشا کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، بدرود.